الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. برادران وخاران عزيز در اسلام، ما شما را خوش آمدید میگم با سلام زیبا و دلنشین تمام پیغمبران اسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمنا دارم که همه شما عزیزان و سروران گرامی در کانون گرم خانوادیتان زندگی خوب و خوش را پشت سر بگذرانید. بازم خوشحال هستم که فرصت فرا رسید و در خدمت شما عزیزان قرار دارم و یک برنامه جالب و دیدنی دیگر را بر شما تقدیم میکنم. آیت را بر شما تلاوت کردم از سوره فرقان، سوره 25 قرآن و آیت 72 است که در اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید، ما ترجمه معنیش بر شما میخوانم، میگه والذین لا یشهدون الزور، و کسانی که شهادت دروغ نمیتن، و اذا مروا باللغو مروا کراما، و وقتی که به یک کار بیهوده، یک کار که ارزش نداره، یک کار که به شخصیت انسان مطابقت نداره، به شخصیت یک مسلمان مطابقت نداره، وقتی که از او گذر میکنن مرو کراما، پس چی میکنن؟ بسیار بزرگوارانه از پیش روش بی تفاوت اما تو تیر میشن میرن. موضوع امروزی را که انتخاب کردیم بر شما هالووین است. هالووین یک روز از که در نصرانیت هم تجلیلش میکنن، سابقه در بایبل نداره، اما تاریخچه دیگه هم داره خارج از این که نصرانی هایی را تجلیل میکنن در امریکا و اروپا و اینجا. و این بار ما خواستم که افغانای عزیز ما را یک اداره که همیشه کوشش میکنن از غرب بعضی چیزها را تقلید کنن و بگیرن بر خود، خوششان میگیرن، تجلیل میکنن از روزایشان، مثلا ولنتاینس تجلیل کردن، کریسمس تجلیل کردن. من این بار افغان عزیز ما را خواستم که امو اداره غافل گیر کنم، به خاطر که اینا یک روز تجلیل میکنن، باز ما میایم بالای صحبت میکنیم از نگاه تاریخی، از نگاه مذهبی، از نگاه حقایقی که در مورد امور روز است او را بیان میکنیم. اگر ولنتاین باشه یا کریسمس باشه، اگر چی درباره ولنتاین ما صحبت کرده بودیم، یک عزیز ما نشته کرده که افت کلام شما در نظر بگیریم بهتر است. عزیزم، ما بر خود میگم چیزی که در تاریخ در مورد ولنتاین نشته شده بود او را ما گفتم. هنوز بعض یک چیز دیگه هم نشته شده در مورد امو خود سنت ولنتاین که باز عاشق دختر زندانبان میشه و باز او باز برزون امروان میکنه و دیگه دیگه، این را ما در ویدیو نگفتیم. اما چیزی که گفته میشه در تاریخ گفته شده که ما او را بر شما بیان میکنیم، این یعنی از طرف ما نیست. اگر ما بایبل را میگیریم میخوانم، شاید یک ویدیوی در مورد بایبل ما داشته باشم که بعض کلمات را کی کرده در ویدیو شما بشنوین، اما او از ما نیست. ما نمیتونم در او در بعض تلویزیون ها که مثلا توت مندازن در او توت بندازیم، اما چیزی که نوشته شده او را بر شما میخوانیم تا شما خودتان قضاوت کنین. دیگه افت کلام در نظر گرفته شده الحمدلله و از نگاه تاریخی تشریح شده، چیزی که در تاریخ بوده ما با شما بیان کردیم. این بار ما خواستیم که افغانای عزیز ما را موعده را غافل گیر کنیم و در مورد هالووین صحبت کنیم، گرچه به شکل مذهبیش هالووین در افغانستان تجلیل شده قبلا. یعنی یک چیز داریم ما به نام شب مرده ها. شب مرده ها بزنو و افغان ها عقیده دارن یکیده که اروای مرده ها میایا و به اروای مرده علوا میکنیم و فلان میکنیم، هر چیز به اروای هر چیز علوا میکنن. یعنی یک تعداد ببینین ختم قرآن است، میرن ختم بازو جلو است، بخو 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 بشه کم کلان کلان شده، هر کدام شده هر رقم مرض گرفته. الله هدایت کنم چون اشخاص افرادی یک بدعتی است که انجام میتن به نام شب مرده، از این دست بکشن، به خاطر که رسول الله صلی الله علیه وسلم به شدیدترین الفاظ بدعت رد کرده. نوآوری در دین و بخصوص در دین اسلام قابل پذیرش نیست، به خاطر که دین اسلام دین کامل است و دین تکمیل شده و چیز باقی نمانده کدام پرزه دیگه که ما او رو بیاریم در داخل دین داخل کنیم و بگویم که اینه نیگه کام مربوط اسلام میشه. نه، او رد شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید، امام بخاری رحمه الله، امام مسلم رحمه الله روایت میکنن احادیثه
که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی که در دین ما چیز را احداث میکنه که او امر ما بلاش نیست، فتوای ما بلاش نیست، او رد است، مردود است. کسی که عمل را انجام میده که ما نگفتیم، نکردیم، فتوا ندادیم، رد است، مردود است. در دیگه جای بسیار به شدیدترین الفاظ رسول الله صلی الله علیه و سلم در سنن ابو داود رحمه الله، امام ابو داود رحمه الله یه حدیث میاره، میگه که شر الامور محدثاتها و کل محدثه بدعه. یعنی پلیدترین چیزها نوآوری در دین است و هر نوآوری در دین یک بدعت است و هر بدعت چی است؟ آخرش گمراهی است و آخرش چی میشه؟ گمراهی است و آخرش در آتش است. كل بدع شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله. نگفته که در فیلم ها در آب، گفته فی النار، در آتش است. طبعا کمرای بدعت گذار در آتش است. دیگه از بدعت باید انسان دوری کنه و چیزی را که در دین گفته شده و انجام بده، چیزی که نشده نه انجام نده، او انسان مؤاخذه هم نمیشه. دیگه هالووین از نگاه تاریخی اگه ما نگاه کنیم برش، هالووین یک تاریخچه داره که عجیب است، واقعا عجیب است. یعنی در فصل خزان یا پاییز بر شیرانیا میگه دی سلتیکا یک قبیله مردم بودن در قدیم. سلتیکا چی میکردن که در روز اول نوامبر یا سال نو خود تجلیل میکردن، سال نو خود اول نوامبر تجلیل میکردن. باز دی روز یا اعتقاد داشتن، عقیده داشتن که نمی روز اروای مردا میآید، اروای مرده ها میه بازی یا را آسیب میرسانه، بازو خاطر یا لباس های یعنی عجیب و غریب، لباس های وحشتناک میپوشیدن، خودشان اطفال اینا را میپوشندن که اروای مثلا پلید یا اروای شیطان یا اون که میه اینا را آزار اذیت نرسانه و اینا را نشناسه. و باز بعضی صداها را به صدا در می آوردن، مثلا ددیک که بزنی یک چیز ترنگ پرنگ کنی و آتش می کردن، یا این عقاید مزخرفشان بود، مشرکین بودن. و حتی به این سرحد که اینا این روز به نام روز سمهاین هم یاد می کردن و سمهاین یکی از خدایانشان بود، علیاذ بالله، خدایانشان بود که ایره به نام خدای اروا برش میگفتن، خدای اروا برش میگفتن. و 31 اکتبر آخرین روز سال بر چی بود؟ بر سلتیکا بود. 31 اکتبر که امروز 31 اکتبر همی چیره در شبش همی هالووین تجلیل میکنن، این آخر سال بود بر سلتیکا در شمال که بودن. و مطابق امو باورها و امو چیزهای مذهبیشان، کارهای مذهبیشان، قسم گفتم روح شیطانی میامد و میخواست که یا رضیت آزار برسده و یا چی میکردن خود از او به خاطر که بچ کنن و از او پنهان کنن، باز لباس میپوشدن هم رقم و امو روح شیطانی به حساب خودشان مرداواره که یا نشناسه و روح شیطانی باز در آینا و مثلا در بعض چیزها سر صدا رو منداختن، آتش در میدادن اینا که او فرار کنه و بره. و حتی اگر کسی در جریان روز یک نفر مثلا اذیت میکرد که بالا از این میان در اروپا امریکا هم صورت میگیره و اذیت میکرد، بازو چی میکرد؟ او از امی استفاده میکرد، یعنی تقلب میکرد، خدا امو شکل نپوشاند، باز میمد در شو اون نفر پس اذیت میرساند. یعنی او فکر میکرد که روی شیطانی آمده این اذیت رسانده، در حال که اون نفر در جریان روز یک بدی برش کرده بود، او آمد قصد خدا در شب از پیش، در شب امو مراسم مذهبی که داشتن از پیش میگرفت. کلیسا چی کرد؟ کلیسا چطور یک دفعه وارد جامعه مذهبی نصرانی شد؟ کلیسا یک روز داشتن به نام All Saint Day، یعنی روز حضرت ها. ما شما هم داریم در حضرت فلانی و حضرت فلانی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، کل زیر یک حضرت برش دادیم. روز حضرت ها هی تقلید شده از نصرانی هست. در هیچ جا، در هیچ حدیث نوشته نیست که حضرت ابو بکر عن حضرت ابی هریره حتی گفته باشه. در هیچ جای شما پیدا کرده نمیتونین در احادیث و نه در قرآنی که این کلمه رو شما پیدا کرده میتونین گفته باشه الله سبحانه وتعالی حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت یعقوب یا مثلا موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد علیهم السلام و صلی الله علیه وسلم، همچون چیزی رو شما پیدا کرده نمیتونین. پس این هم یک بدعت دیگه است، یک خرافات دیگه است که ما از نصرانی ها برای خود یعنی نافهمیده گرفتیم. اینا یک روز داشتن در 13 می قسمه که براتون گفتم به نام روز حضرت ها، یعنی روز مقدسین.
باز کلیسا چی کرد؟ کلیسا دید که همیشه میبینه که کدام مردم، طبقه مردم یعنی جاهل هستند، زود فریب میخورن، زود بازی میخورن، باز از تکنیک ها استفاده میکنن. کلیسا گرفت همین روز سال نو سلتیکا را گرفت، خود نمی روز 13 میره که روز حضرت ها بود، این را برد به جای سال نو سلتیکا که سلتیکا که نصرانی ها یک جای شوند و استا استا بیاین چی شوند؟ نصرانی شوند. این را خمک تخنیک اینا استفاده کردن. این را البته در قرن هشتم توسط پاپ جورج سی ای کار صورت گرفت. بعض و باز یا باز دمو شبش دمو بنام آل آلوس یعنی شب 31 اکتبر با دینا چی میکردن؟ یک شب داشتن که بنام شب قسم گفتم مقدس که بعدا بازی در امریکا وقتی که آمد یا کسایی که در اونجا بودن، مسافرینی که بودن یا مثلا که مهاجرت کرده بعض اشخاص افراد آمدن در اروپا و امریکا و کانادا و طرف ها تقسیم شدن، بازی رو امرای خود آوردن و در اینجا یک شکل مدرن بر خود گرفت که به نام هالووین ساختن. ایده هالووین رو تغییر دادن و چی میکنن؟ باز در اینجا در اروپا و امریکا باز لباس میپوشنن طفلا و اینا را، باز لباس های رنگ آرنگ شیطانی و اینا، بازی ها میرن در پشت خانه ها در میشه و باز چی میکنن؟ در اوائل میگفتن که ما دعا میکنیم، مثلا دعا میکنیم اگر کدام کس تان مرده فوت کرده برای حق از او دعا میکنیم که هینمی کار سلتیکا هم اولادای سلتیکا هم داشتن. اولادای سلتیکا و چی میکردن؟ اولادای سلتیکا میرفتن چوب جمع میکردن، چوب جمع میکردن و یا همچنان بعضشان نان جمع میکردن برای نام خدای اروای خود که سم هاین نامش بود، بر از اون نان جمع میکردن و یک مقدارش چوب جمع میکردن با دوتش کنن که امو اروای پلید که میه یا را ضرر نرسانه و حال مردم در امریکا و اروپا و اینجا به شکل پیشرفته تر شیر انجام میتن و یا شیرینی جمع میکنن که حتی مسلمان ها هم یک عده که نمیفهمن اونا هم اولادای خود روان میکنن بروخ می مشکل نیست شیرینی جمع میکنی و هم شیرینی را جمع میکنن. خب مسلمان ها در یک قسمت خود توی یک یعنی مراسم مذهبی مشرکین است که توی انجام میدی، اینجا در یک جای تو در توحید تو یعنی ضرر واقع شد، جای دیگه که ای که تو اشتوکای تروان میکنی و در اسلام ما بر شما حدیث را صحیح البخاری میخوانم، در اسلام ببینین که شما چی رقم باید باشین. در اینجا امام بخاری رحمه الله قال امام بخاری رحمه الله حدیث در کتاب زکات خدا آورده به نمبر 1427 قال امام بخاری رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعیل حدثنا وهيب حدثنا حشام عن ابيه عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم میگه، ترجمه معناش بر شما میخونم، میگه که از حکیم ابن حزام رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود دست بالا بهتر است از دست پایین. شما اولادت روان میکنین که پشت خانه مردم که خیرات جمع کنن، چاکلیت و این آن شیرینی باب، شما باید دست بلند داشته باشین بر مردم بتین، نه در همچون مراسم اما در عموم، یعنی در هر وقت شما انسان مسلمان باید دست بلند داشته باشه، از دیگرها باید که تمام توقعی نداشته باشه که دیگرها بر از او بتن، برد پشت خانه مردم که بتی بر ما. ایره رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ما شما میگه فرهنگ و کلتور و کلچر اسلامی خود باید ما بیاموزیم. و همون چاکلیت و شیرینی و اینایی را که بر شما میته، اکثریت چاکلیت ها و شیرینی باب اینا امروز در امریکا و اروپا و در مجامع غربی اینا با جلاتین خوک با هزار چیز با الکل آمیخته است که حتی در افغانستان اینا هم شاید اونجا کس نمیخوانه پشتم قطی و اینا کس نمیخوانه که چی نوشته است، فقط میبینن چون کشور اسلامی است فکر میکنن همه چیز حلال است. نه، چیزایی که از خارج میاد باید که عزیزان مقصد ما مشنا باید رو بخورین تا پشت چی نوشته است، آیا جلاتین داره، چی رقم جلاتین داره، جلاتین حیوانی است،
آیا ای جلاتین از کدام کشور است، ای پرودکت کدام کشور است که اوج کشور اسلامی است، یعنی جلاتین حلال گرفته از گاو گوسفند و بز اینا را ذبح شده را گرفته، یا ایست که از کشورهای اروپایی آمده که از خوک و از هر حیوان دیگه را گرفته باشه که بر شما حرام است. و این شکل اشتکایتان هم کروان میکنین، در اینجا خواه یک ظلم را مرتکب شدین که در توحیدشان شما چی کردین؟ شما ضرر واقع کردین. ظلم دیگر مرتکب میشن بالای اولادتان که کلتور و کلچر فرهنگ و فرهنگ بیگانه را به خود میگیرن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید در سنن ابو داود، امام ابو داود رحمه الله روایت میکنه، من حدیثم بر شما میخوانم که در اینجا امام ابو داود شما ببینید که چی میگه. میگه عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم. هر کسی که مشابهت با یک قوم میکنه، یعنی لباس مذهبیش میپوشی، در مراسم مذهبیش شرکت میکنی، مراسم مذهبیش به خود میگیری انجام میتی، پس چی هست؟ فهو منهم، پس تو هم یکی از اونمون هستی، فرق تو از اون نیست. این حدیث امام ابو داود رحمه الله به نمبر 4031 آورده در کتاب اول کتاب لباس، اول کتاب لباس. شما در اینجا هم بالای اولادتان ظلم کردین، بالای اولادتان شما چی کردین؟ ظلم کردین. و حتی در امریکا و در اروپا و اینجا به خاطر که جنبه اقتصادی هم به خود میگیره، با تجارت از این منفعت میبرن، سود میبرن، در میشه و زیاد مردم شیرنی و چاکلیت و چیزا میخرن که اینا اولاد طفلک ها و اینا میان باید برشان بدیم، و اگر نتیشان باز اونا خانه را مثلا کت برس دندان کریم، کت کریم دندان و کت ها تخم مرغ، کت اینا مثلا زنگ های دروازه و دیدگیرا و اینا را مثلا کت رنگ و اینا خراب میکنن، رنگ آمیزی میکنن، باز مجبور است که این مردم برشان بده. از ما رو الحمدلله تا فعلا نکرده و ما هم برشان ندادیم، در مقدار وقتی که ما در اروپا زندگی میکنیم، هر وقتی که آمدن یا ایست که اولیش نامدن فهمیدن که اینا مسلمان هستن نمیکنن این کارا، و یا ای که اگر آمدن هم ما برشان گفتیم فهماندیمشان که یک چیز غلط است، شما این کار انجام نتین، و هیچ دروازه رو برشان باز نکردیم. دیگه باز در امریکا و اروپا یا چی میکنن؟ اینا فیلم ها جور کردن، فیلم ها جور کردن، حتی به نام روز میریز بی بی شما ایره ببینین 1968، مثلا به نام دی اگزایست یک فیلم وحشتناک دیگه جور کردن که در اونجا باز چی میکنن؟ یعنی شیطانه اینقدر قوی نشان میده که پریستا و بایبل میخونه بالایش، که تو آب مقدس خود بر سرش مندازه و که صلیب میگیره در سر سرش میزنه و پریستا و یاره چی میکنه؟ شیطان یعنی زور میشه سرش. این رقم مردم خود میترسانن، مردم خود میترسانن که مردم چی شوه؟ یعنی آیستا آیستا شیطان پرست شوه، از دین همون نصرانیت که دارن از آن بیدین شوان. حتی در امریکا کلیسا دارن به نام کلیسای شیطان، کلیسای شیطان. شما الان فکر کنید یک مسلمان فوت میکنه، خب مسجد میگیره و شو میکنه، دفن میکنه، یک یهودی کلیسا و یک نصرانی کلیسا هستن، اشخاص افراد که در اونمو کلیسای شیطان ثبت نام هستن، و اونا وقتی که میمیرن پریست یا مو کشیش از کلیسای شیطان باید برشان بیایه که امو مراسم مذهبیشان پیش بره، علی عزب الله، تا این سرحده، چون مردم هم میترسنن او طرف شیطان رو برشان بزرگ نشان میده، و این طرف مثلا در اون فلم ها که شما ببینید، در فلم های وحشتناک در اوجه که وقتی اینا جور کردن پریست یک چیز بسیار پیش پای افتاده برشان شما میده که هرچی بای بله میخوانه سرش، هرچی بل... کتی صلیب سرش میزنه، کتی آو مقدس سرش میزنه، یعنی شیطان زور است، گرچه در آخر شیطان میمره، اما شیطان چیه؟ سرزی پریست دور است، مردم اعتقادش از پریست اینای خدا میکشن، حتی طرف شیطان سوق میدن به خاطر که مردم بترسن. و اکثریت آلب شما شیطان پرستار که مثلا ببینید که ساینای شیطان پرستی را رقمی را مثلا میکنن و شاخ شیطان یا مثلا بر خود شاخ میکشن، و که حتی در کشورهای اسلامی اونجا در میدان های هوایی یک تعدادشان پس روان میشه و یک تعدادشان اونجا میرن به تفریح اونا که میرن، شما میبینید شان از روی خود یک عجیب غریب یک چیز جور میکنن شیطان پرستا و دو تا شاخ بر خود میکشن. اینا مربوط به کلیسای شیطان و یا مربوط به همچون کلیساها میشن، شیطان پرستا هستن. و اینمی هالووین هم که بینید اکثریت انسانایی که میکنن آگاهی ندارن، و زیادتر انسان ها که دیگه انسان هایی که میکنن اونا شیطان پرست ها هستن که در امو قدیم اما تو عقیده داشتن. و
اکثریت اطفال عزیزان ما که در اروپا امریکا هستن، کسایی که کارا رو میکنن بسیار معتاد باشین. لطفا ظلم نکنین بالای اولادایتون. اکثریت اطفال در میشب بالش تجاوز میشه، حتی اونمو کسایی که به عقیده سلتیک قدیم هستن، که یعنی امو سمهاین خدای ارواح هنوز هم بالش عقیده دارن، بازی اطفال ها که وقت در یعنی حتی پولیس ها و همی ماموریت های پولیس اینا در اروپا و امریکا و اینا مردم ها یعنی برشان ذهنشان روشن می سازه و آگاهی برشان می ده که اطفال تان شما در جایی که نمشناسین روان نکنین، در کوچه هایی که زیاد مثلا تاریک کس اونجا کس نیست روان نکنین، اگر می دین امرایشان برین. و چی خاطر؟ به خاطر که اون مردم طبقه مردم که امروز هم بوده باش میکنن اصلا میشه اینطور پرستا و اینا باز اطفال هم میگرن دوزی میکنن، حتی بعضشان به قتل میرسانن به خاطر اروای اونمو سمهاین اونمو خدای خود و یک دیداش بالایشان تجاوز صورت میگیره. یعنی از این کار چقدر مزخرفات و چقدر بدبختی های دیگی یعنی در اگر کسی را تجلیل کنه را در پی داره که شما متوجه باشین. و الله سبحانه وتعالی همچنان در سوره المائده سوره 5 آیت 51ش میفرماید که و من یتولوا منکم فانه منهم، در سوره مائده و من یتولهم منکم فانه منهم. یعنی اگر اوجا میگه که یعنی یهود و نصارا را شما به سرپرستیتان نگیرین، به یعنی چرا که به خاطر که اونا بعضشان سرپرست بعض دیگه هستن، بعضشان اولیا اینجا سرپرست ما نمیدن، بعضی که عزیزان ما که دوست میگیرن، دوست یعنی که مثلا یک کس امروز دوست باشی یعنی همکارت هسته، یا مثلا بعضی کسا که خانمای نصرانی دارن یا مثلا خانم یهودی دارن، در اسلامی جواز هسته اما شرط شرایط خود داره، جواز هسته اما چطور میتونی که یک خانم نصرانی داشته باشی یهودی داشته باشی تو رو دوست نداشته باشی؟ ایره ولی که میگیرن، ولی دوست اینجا ترجمه و معنا نمیشه، ولی یعنی کسی است که بالای سر تو هسته، حاکم تو هست. امروز که مثلا امریکایی‌ها را ما در افغانستان بر خود ولی گرفتیم که در قضای ما دست دارن، در محاکم ما دست دارن، در محابس ما دست دارن. یعنی اول عالم ها میگیره میره امریکایی بندی میکنه که افغان چیز گفته نمیتونه، امنیت افغان چیز برش گفته نمیتونه، بلکه بر امنیت افغان فرمان میده که تو برو او عالم دستگیر کو بیارش پیش ما، میبرش در بگرام بندیش میکنه. اینجا ما اولیا گرفتیم شه، چی کرده میشه؟ ما به دوستی نگرفتیمش، بلکه سرپرست گرفتیم بر خود، عامر امر خود برای خود گرفته میشه. و اینجا به خاطر بگین شما نکنین این کارا که بعدهم اولیاء و بعد، زیرا که یک تعداد از اینا از یکی دیگه خود کمک میکنن، معاهدت میکنن، متحد یک دیگه هستن، سرپرست یک دیگر هستن و اولیاء یک دیگر هستن. و من یتولهم، اگر کسی این کارا بکنه، اگر کسی همچون کارا بکنه که یعنی تو با اونا در مراسم دینیشان، در مراسم همچون خرافاتی که دارن، اگر تو متحد باشی امرشان، و من یتولهم منکم فانه منهم، پس تو هم یکی از امونا هستی، بین تو از اونا فرق نیست. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، ان الله لا یهدی القوم الظالمین. الله سبحانه وتعالی چی میکنه؟ قوم یا گروه ستمگر و ظالم چی نمیکنه؟ هدایت نمیکنه. یعنی صراحتا الله سبحانه وتعالی این موضوع را رد میکنه در قرآن. دیگه این بود صحبت ما در ارتباط هالووین، که با امید که واقعا ما افغانای عزیز ما را ایده که دوست دارن کلتور و کلچر بیگانه را به خود عاجل بگیرن و عاجل او را قبول کنن و عاجل او را عملی کنن، اونا را غافلگیر کرده باشم، با امید که غافلگیرشان کرده باشم و یک معلومات بسیار مفید برای کسایی که اونا دین دوست هستن، اونا کلتور و کلچر و فرهنگ اسلامی خود هنوز هم حفظ کردن و بالای از او اطمینان اعتماد دارن، عقیده دارن و تا فعلا اگر میفهمیدن یا نمیفهمیدن، حالا که صدای ما به گوششان رسید و از نگاه تاریخی هالووین برشان یعنی واضح شد و حالا معلومات کامل در مورد هالووین دارن که هالووین چی یک روزی است، از کجا آمده و چرا در جامعه نصرانیت داخل شد، آیا در جامعه اسلامی هم ما ای را بکنیم یا نکنیم. اینجا واقعا که برشان بسیار یک معلومات مفید خواهد بود و با امید که کسایی که نمیفهمن و کسایی که در اروپا و امریکا اکثریت ما دیدیم این روز تجلیل میکنن دست بکشن. و شما عزیزان ما که ویدیو را میشنوین،
و میبینین شما این شریک بسازین. هر شریک شما امکان داره که یک نفر از طرف بدبختی و از طرف همچون عقاید مزخرف که نه توحید میمانه برش، نه کلتور میمانه برش، نه کلچر میمانه برش، و نه هم همچنان اولاد و ایناشون هم یک روز میشه که بیخی باورمند همچون چیزا میشه. شاید یک روز شوه که یک چیز بزرگتر از این تجلیل کنه. حالا خب روز مثلا بر بعض کسا مثلا ساتیری باره شده، فکر میکنه که یک ساتیری است، اما نه، تهدا بشه باید انسان فکر کنه. دیگه برسانین برشان. امید و آرزو دارم که همچون اشخاص افرادی که ایره انجام میتن از دست بکشن و بیان به طرف دین پاک و صاف و واضح و روشنه که شبش مانند روزش آشکار است که او اسلام است. دیگه دمیجه شما رو بالای سپان میسپارم. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین. بازم برتان میگم ویدیو شریک بسازین، کانال های اسلامی را همیشه ویدیوش را لایک کنین و کانال ها را سابسکرایب کنین، حمایتش کنین تا شود که در جامعه شما نسبت به فحشا و منکرات تبلیغ دین و کانال های اسلامی زیاد باشه و یک جواب قناعت بخش در مقابل دین ستیزا، در مقابل بی دین ها و سکولار ها باشه. اگر شما کانال های اسلامی تان حمایت نکنین، باز امی فضای مجازی و میدیا و اینا را تماما مفته به دست دین ستیزا و به دست کسایی که اونا اسلام همیشه میکوبند، به دست کسایی که اونا بیدین هستند، سیکولار هستند، ایتیست هستند، هیچ بالای چیز عقیده ندارند، یا به دست نصرانی ها که اونا به فارسی به هر لسان تبلیغ میکنند. دیگه شما کوشش کنین کانال های اسلامی خود را حمایت کنین. شما با یک لایک، با یک کامنت، با یک سابسکرایب هم میتونین شما حمایت کنین. دیگه هذا و اقول قولی و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.